فرمانده این لوا گفته است که نیروها در گام نخست به مردم هلمند توجه می کند و نبرد با شورشیان در اولویت دوم قرار دارد. پیش از این نیز 3 بار لوای شاهی بریتانیا به هلمند فرستاده شده بود و 33 نظامی آن نیز در سال 2009 در این ولایت کشته شدند. در همین حال ساکنان هلمند از اعزام نیروهای تازه نفس بریتانیایی راضی نیستند. با گفته آنان به هر میزانی که شمار نیروهای خارجی در کشور بیشتر شود، به همان اندازه جنگ و ناامنی ها گسترش می‌یابد. آنان می‌گویند که وجای اعزام نیروهای بیشتر باید نیروهای اردو و پلیس ملی تقویت شود. تر اوسه پر په افغانستان کې چارڅه دوی کړی دي که امریکای کړی دي که چارڅه کده د افغانستان حکومت یې په دې نه دی توانېدلی چې د خلکو مشکلات را پکې د خلکو یو اقتصادي مشکل را پکې نو دوی چارڅه راځي هغونه قدر اور په افغانستان کې بلیږي هغونه قدر د افغانستان حالاتو حکومت او قانون خرابیږي نو موږ ته هم هغه به پوهیږو داسې خاص چې د دوی په راتګ سره به په افغانستان کې اصول او قراری راسي کبران کارو سره خرجنی دوه هم داسې دیش موږ غواړو چې موږ ملي اردو موږ ملي پولیس موږ هغه وکی پولیس دا ورور سره موږ په افغانستان کې دا ځای پر ځای شي دې شو نه چې ور کړی ده څه کوس انګریزان چې راغلي دي په افغانستان کې بهر د کې څه وسیدل دي په هر محل په هر ولسوالۍ کې وسیدل دي بالکل هم جاته ځای راوستل موږ دا شانته نو ضرورت لرو نو ورسته. پیش از این مقام‌های بریتانیایی آغاز خروج نیروهای خود از افغانستان را سال 2012 میلادی تعیین کرده بودند. همکنون بیش از 9000 سرباز بریتانیایی در هلمند مستقرند که اکثریت آنان در ولسوالی نادلی مصروف تامین امنیت و تطبیق برنامه‌های بازسازی‌اند. بنیدی رویدادهای منطقه و جهان تا لحظات دیگر باشد، اما پیش از آن نرخ مبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی و پیش‌بینی وضعیت هوای کشور و چند شهر مهم. یک دلار امریکایی خرید 45 افغانی و 20 پول، فروش 45 افغانی و 30 پول. یک پوند انگلیسی خرید 71 افغانی و 50 پول، فروش 71 افغانی و 60 پول. یک یورو خرید 61 افغانی و 60 پول، فروش 61 افغانی و 70 پول. یک درهم امارات خرید 12 افغانی و 25 پول، فروش 12 افغانی و 35 پول. یک ریال سعودی خرید 12 افغانی، فروش 12 افغانی و 10 پول. 1000 تومان ایرانی خرید 41 افغانی، فروش 41 افغانی و 10 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1020 افغانی، فروش 1030 افغانی. و 1000 روپیه پاکستانی خرید 526 افغانی، فروش 527 افغانی. ادامه خبرها با همکارم زینب سایی. تشکر سروش. به نام خدا و با سلام، این بخش برنامه را با خبری از مصر آغاز می کنم. در پی ادامه تظاهرات اعتراضی در مصر، مخالفان حسنی مبارک از مردم خواستند تا دست به اعتصاب سراسری بزنند. حضور تظاهر کنندگان در جاده ها و ادامه ناآرامی ها باعث شده تا نیروهای پلیس پس از چند روز به جاده ها برگردند. این در حالی است که این خشونت ها تا حال حدود 150 نفر کشته و صدها تن زخمی بر جای گذاشته است. معترضان مصری برای هفتمین روز پیاپی به جاده ها آمدند. با وجود تغییرات در دولت، اما مردم همچنان به اعتراض خود ادامه می دهند با شعار کنارگیری حسنی مبارک از قدرت. ما به تغییر نیاز داریم که از این حالت راهایی یابیم. از حسنی مبارک می خواهیم لطفاً کنار برود. اما او در پی اقداماتی برای بهبود وضعیت مصر است. تغییر حکومت و آغاز کار وزیران جدید، دستور برای ارائه سوبسایدی مواد غذایی،
از جمله این اقدامات است. وزیر داخلی جدید مصر از نیروهای پلیس که بعد از چند روز غیبت دوباره به جاده ها برگشته، خواسته تا هماهنگی بیشتر با نیروهای نظامی داشته باشند. محمد البرادعی از رهبران مخالف حسنی مبارک در سخنان روز گذشته خود در جمع معترضان خواستار کنارگیری رئیس جمهور شده است. ما حقوق و آزادی خود را اعاده کرده ایم و اقدامات ما برگشت ناپذیر است. طوری که قبلا گفتم، ما یک تقاضای کلیدی داریم و آن کنارگیری دولت و باز شدن یک صفحه جدید در مصر است. این در حالی است که مقام های ارشد آمریکایی و شماری از کشورهای غربی و رهبر مصر توصیه کرده اند تا برای رسیدن به دموکراسی و خواست مردم توجه جدی کند. باراک اوباما و دیوید کامرون، رهبران دولت های آمریکا و بریتانیا، در پیام مشترک خواستار انتقال قدرت بدون هرج و مرج در مصر شده اند. در این بیانیه اما به کنارگیری حسنی مبارک به صورت مستقیم اشاره‌ای نشده است. یکی از مقام‌های بلندپایه اخوان المسلمین به خبرگزاری رویترز گفته که این گروه در صدد تشکیل کمیته سیاسی با محمد البرادعی است تا با اردوی مصر وارد گفتگو شود. بسیاری از کشورها با اجاره هواپیماها در تلاشند تا شهروندان خود را از مصر بیرون کنند. خبری هم از بازگشت رهبر حزب نهضت تونس به کشور. راشد غنوشی که پس از 22 سال تبعید به کشورش تونس برگشته، از اینکه برخی رسانه‌ها بازگشت او را با آیت الله خمینی مقایسه کردند انتقاد کرده است. آقای غنوشی گفته که ترجیح می‌دهد او با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه مقایسه شود که هم حزب اسلامی را رهبری می‌کند و هم دولت سکولار را. راشد غنوشی رهبر حزب نهضت از مهمترین احزاب اسلامی تونس همچنین گفته که او نه بن لادن است و نه خمینی. راشد غنوشی سیاستمدار تونسی که 20 سال را در تبعید به سر برده، او روز گذشته به تونس بازگشت. تا چندی دیگر مشخص خواهد شد که بازگشت راشد غنوشی رهبر یکی از احزاب مهم تونس چه تغییراتی را در این کشور به دنبال خواهد داشت. بازگشت رهبر حزب نهضت تونس با موجی از تحولات سیاسی در این کشور همزمان است. حکومت زین العابدین بن علی سقوط کرده و دور جدیدی از آزادی‌های دموکراتیک در تونس آغاز شده است. راشد غنوشی از اینکه رسانه‌های غربی او را با آیت الله خامنه‌ای بنیانگذار حکومت مذهبی ایران تشبیه کردن ناراحت است. او گفته در حالی که افکار او به رجب طیب اردوغان نزدیکتر است، چرا مردم او را با آیت الله خامنه‌ای و یا اسامه بن لادن تشبیه می‌کنند؟ حزب عدالت توسعه ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان در دوره نخست وزیری خود ترکیه را بیش از هر زمان دیگر به یک کشور قدرتمند تبدیل کرده است. گفته می‌شود که در حال حاضر از کنترل رسانه‌ها در تونس کاسته شده، زندانیان سیاسی آزاد شده و احزاب سیاسی اجازه فعالیت‌های بیشتر را یافتند. یکی از سخنگویان حزب نهضت تونس گفته که آقای غنوشی به عنوان یک انسان آزاد به تونس بازگشته است. او خود هم گفته است که در پی رسیدن به قدرت نیست، اما می‌خواهد به حزبش جواز فعالیت داده شود. برخی ها نگرانی دارند که بازگشت غنوشی به تونس موجی از اسلامگرایی را در این کشور دامن زده و در موارد حقوق آنها به مخاطره خواهد افتاد. در پایان بخش این برنامه همکارم مصطفی مهرزاد را با چند خبر ورزشی همراهی کنید. تشکر. با نام خدا و با عرض سلام. تیم‌های کابل و بلخ برای تعیین قهرمان مسابقات والیبال کشور به مسافه هم می‌روند. در دیدار فینال اولین دور رقابت‌های والیبال انتخابی تیم ملی جوانان و بزرگسالان کشور که از سوی فدراسیون این رشته ورزشی برگزار شده است، فردا دو تیم افغان یونایتد بانک نماینده کابل و تیم بلخ با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران 11 ولایت راه‌اندازی شده است که در پایان تیم‌های افغان یونایتد بانک و بلخ با شکست حریفان با فینال مسابقات رسیدند. هدف از راه اندازی این مسابقات انتخاب تیم ملی و شناسایی چهره‌های برتر برای حضور در مسابقات برون‌مرزی کشور میباشد. شاهکار اوساسونا برابر کهکشانی‌های مادرید. در ادامه هفته 21 رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های اسپانیا لالیگا شب گذشته چندی دار انجام شد که در مهمترین آنها تیم رئال مادرید با یک گل مغلوب اوساسونا شد. نتیجه